همه سرویس رو میاریم داخل و یه موقعی از حرف اینه که ما اصلا چه کاری با خارج ارتباط داشته باشیم هر لحظه این نخواستیم دکمه رو میزنیم خارج قطع میشه بیشتر هم ایده این نیست که ما از خارج استفاده نکنیم میدونه که چیزی به خارج درس نکنه در چیزی مثل آبانه مثلا 98 ابراروان خب خیلی داره کمک جدی به این مسئله میکنه هر محملی مثل اینکه نما به این مسئله کمک نمیکنیم هم چرنده خب نقشه ساده است فیلترینگ خیلی اصلاً کاری ولی به همه چی رو داخل حمایت بکنیم و اتفاقا حمایت مدرن تری بکنیم نهایت میگم نمیتونه اینقدر بزرگ بشه و کاملا بیرب به دولت باشه کما که مثلا توی قرارداد ابراروان هم میبینین امکان اینی که دولت هر وقتی بخواد طولانی یا کوتاه هر جایی رو قطع کنه اینا باید قبول کنن شنود قانونی به هر چیزی باید این تو وجود داشته باشه چیزی که واقعا بی سابقه است توی فکر کنم جهان از آبان 98 به بعد این امکان بسیار جدیتر شد نیاز جدیتر تر شد دیدن خب ما واقعا جای اینترنت رو قطع خواهیم کرد پس اون موقع ما باید صدمش رو مینیمم کنیم وقتی شرکتی مثل ابراروان این صدمه رو مینیمم میکنه ده. ده. این کارو کم هزینه تر میکنه انجامش رو خب معلومه که وقتی یه چیزی کم هزینه تره قابل انجام تره پس داره به این موضوع کمک میکنه حالا اینکه استدلال های متنوع چرند دیگه اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه خب معلومه اگه شما نکنید یکی دیگه میکنه ولی چرا شما بکنید در واقع شما انتخاب میکنین که بکنید ایده اینکه حداقل بیزنس ها باز میمونن همون داستانیه که پرچودن از تقوا تدریجیه شما یه کاری رو شروع میکنین و قدم به قدم توش پیش میرین و قطعی اون بازی میشین خیلی راحت نیست یه جایی با خودتون فکر کنین من چرا اینجام در نهایت ابراروان و بودنش پیشبرنده امکان قطع ارتباط ایران با جهانه ابراروان میگه نه من فقط دارم یک ابزار میدم حالا اینکه طرف با این ابزار چی کار میکنه که دیگه به من ربطی نداره اینم یکی از چلنترین استدلال هاست توی یه جاهایی این کار میکنه تو جاهایی که آزادی برابری و انتخاب هست ولی وقتی یه آدمی میاد تو مغازه چاقو فروشی شما یقه یکی رو گرفته خون از چشاش فوران زده و عصبانیه و میگه یه چاقو به من بده تو بهش میگی نمیدم یارو میگه خب من پولشو میدم میگه هم من که چاقو فروشم دیگه کاری ندارم این چاقو خدمت شما میشه هزار تومن خب معلومه که یه جای کار میلنگه به اون آدم در اون لحظه نباید چاقو بفروشی اگه من یه چاقو فروشم که به طور اتفاقی توی محله گنگ هایی که فردا برن دعوا کنن امشب هزار تا چاقو میفروشم یه جای کارم میلنگ ما هم حمایتشون میکنیم حمایتمون هم مثل اون حمایت های قدیم نیست که یه پولی بدیم یکی یه کاری بکنه واقعا قدم به قدم ارگانیک اجازه میدیم رشد کنن بازارهای مختلفی رو بگیرن وقتی براشون مشکلی پیش میاد ما حل کنیم هر جا لازمه تمام قد پشتشون وایستیم از ریتوییت کردنشون تا خدمات در واقع پروژه‌ای بهشون دادن و کاملا در پروژه های شفاف و خوبی برنده میشن حالا شفاف و خوبی که من توش نمیتونم شرکت کنم در نهایت فساد قبلی نیست یه سیستم اتفاقا کاراتر جوونتر قشنگتر و جوون پسندتره. این کلیت سیستمی که داره پیش میاد و وقتی این سیستم پیش میره عملا داره کمک میکنه به این قطع کردنه هر ادعایی هم بکنن که نمیکنه چرنده یکی از این دوستان که الان رئیس آروانه فکر کنم شاید هم نیست نمیدونم به همون تفکری ای داشت این بود که آقا اینجا نشستیم داریم با هم میخوریم دیگه حالا اون یه یارویی که اونجا کاری میکنه به من چه این تفکر تفکره که این شرکت ها رو می سازه دیگه ممکنه منم چهار سال پیش خیلی هم خوشحال بشم که حالا آره تو ایران کوبرنتیس نیست من کوبرنتیس بیارم نصب کنم پنج تا هاست بگیرم به هم وصلشون کنم ولی اگه بخوام زنده بمونم بعد باید, باید توافقم بکنم که خب به من امکانات بیشتری بدین من حالا باید این کار بکنم و من حالا که داری بزرگ می‌شی باید این کارم بکنی و مثلا بینم که درست میشه ایدهش همینه دیگه اگر اول داره سرچ میکنه و این سرچ خیلی بد و احمقانه است من زوق نمی که وای چقدر سفتشون داغونه چون پول اوورت دارن حمایت کامل دولتی همه شکلی هم دارن خیلی هم مستقل و مدرنن بچه هاشون هم اونجا گیر هجاب اسلامی حادی ندارن پکیج های خیلی خارجی طور می گیرن براشون اسپشیالایز فردی شده هدیه نوروز میفرستن هدیه تولد میفرستن و هم, هم زوق میکنن که وای چقدر شرکت خوبی داریم ولی در واقع کاری که داره میکنه داره میزنه به کل این سیستم با کلی حمایت و رانت و پورسان همین مدیری که گفتم خیلی هم تند وای میسته خیلی هم سعی میکنه اتفاقا از قبل منتقدتر باشه به سیستم برای اینکه نشون بده که من با اینا نیستم ولی اتفاقی که میفته عملا داره تو مسیر اونها پیش میره هر هم لازم نبود حذف میشه یکی دیگه این کارو میکنه و اون سیستم درست شده ولی اون سیستم رو یکی دیگه نمیتونه به این راحتی درست کنه یاداوری میکنیم که قطع اینترنت ایران پروسه بدیه و خیلی از آدمهایی که در این دوستی ما